خانه بارشی از روز جمعه وارد استان سیستان بلوچستان شده و هنوز هم توی استان هست و گویا قرار فردا از استان خارج بشه. ما همیشه توی سیستان بلوچستان این دغدغه رو داریم که از قبل جلسات مدیریت بحران توی استان برگزار میشه، اما دقیقاً بحران پیش میاد و مدیریتی انگار در کار نیست. مردم همیشه درگیر سیلاب هستن، مردم درگیر آب گرفتگی هستن، ریزش منازل توی حاشیه شهرها و روستاهای بلوچستان رو ما داریم. الان تمام مزارع، اکثر مزارع رو آب گرفته، مردم دامهای خودشون رو از دست دادن، مزارع خودشون به نابودی کشیده شده. تازه کسایی که کپرنشین بودن کپرهاشون رو خراب شده و اصلا بعضیا میگفتن که کپرهاشون رو آب برده. من با مردم که صحبت میکردم توی بلوچستان میگفتن کمک‌های هلال احمر توی اون منطقه کارساز نبوده، خیلی از مردم هنوز کمک‌ها رو دریافت نکردن، نیاز به آب، غذا، دارو، لوازم بهداشتی، مواد غذایی دارن، از مردم خواستن که کمکشون کنن. تردد خیلی سخت شده، مادران باردار، افرادی که بیمار هستن نیاز دارن که به مرکز درمانی مراجعه کنن، الان به خاطر مسدود بودن راهها دچار مشکل شدن و باعث شده که نتونن مشکلات خودشون رو برطرف کنن و درخواست کمک دارن. توی روستاهای بلوچستان همونطور که میدیدین قبلا مشکل آب و برق بوده، الان با وجود این سیلاب مرتب مثل اینکه قطعی آب، برق و حتی تلفن و اینترنت رو دارن و نگرانن، چون مسیرهای ارتباطیشون با شهرها و روستاهای دیگه قطع شده و این مسیر ارتباطی که از طریق اینترنت و تلفن همراه میتونن داشته باشن هم گویا برای خیلی از روستاها قطع هست. زیردان، خیرآباد و ماشکید در بلوچستان سرریز شده و مردم نگرانن که این باعث نشه که افزایش حجم آب رو داشته باشه و زندگی مردم که همینجوری زیر آب هست بدتر بشه، که حالا مثل اینکه برای این موضوع هم تدبیری اندیشیده نشده که باید توی مدیریت بحران مدیریت می‌شد اما نشد.